شب همه دوستان عزیز بخیر. جمعه شب 22 مرداد 1400 ساعت 11 قرار بود این لایو رو شروع کنیم که به خاطر مسائل فنی با کمی تاخیر اتفاق افتاد. از همه دوستان عذرخواهی میکنم. در خدمت جناب آقای محمد حسین جعفریان، کارشناس ارشد مسائل افغانستان و چهره بسیار شناخته شده در مسائل افغانستان هستیم. جناب آقای جعفریان از مستندسازان قدیمی هستند که با روایت فتح شروع کردند و درباره مسائل منطقه، مسائل جهانی فیلم های متعددی ساختن، ولی بیش از همه گمانم درباره افغانستان هستش که ما با جعفریان آشنا هستیم. در خود افغانستان با ملا عمر رئیس سابق طالبان گفتگو و مصاحبه داشتن، با احمد شاه مسعود مصاحبه داشتن و احتمالاً یکی از مسلط‌ترین افراد در ایران درباره مسائل افغانستان هستن و نیاز به توضیح و معرفی بیشتر من نداره. فقط من قبل از شروع یک توضیح درباره جدال بدم. ما قاعدتا جمعه شبها تا به حال لایو یا برنامه زنده نداشتیم. برنامه زنده ما پنج شبها در یوتیوبی که دیشب برگزار شد، اما به خاطر اهمیت اتفاقات افغانستان من امروز با اینکه روز کار شخصی و معیشتی بود این رو به بحث افغانستان اختصاص دادیم و ازتون تقاضا میکنم کانال های ما رو دنبال کنید در یوتیوب، در پلتفرم های پادکستی به ویژه کست باکس، در تلگرام، در توییتر و همینطور هم در اینستاگرام. و یک بار دیگه تقاضا میکنم که برنامه های ما رو لایک کنید. لایک کردن شما معنی دفاع و پذیرفتن محتوا لزوما نیست، به معنی اینه که شما این تلاش رسانه‌ای رو برای فضای سیاسی و اجتماعی ایران مفید میدونید. و در پایان هم تقاضا میکنم که به جدال که سعی میکنه که یک رسانه مستقلیه و حتی یک ریال از نهادهای داخلی و یک دلار از نهادهای خارجی نمیگیره، کمک کنید از طریق پیپل برای ایرانیان مقیم خارج و از طریق بانک ملی که اعلام شده در داخل با حداقل 10,000 تومان، یا اگر در وسطتون هست با 50,000 تومان در ماه میتونید کمک کنید که جدال به عنوان یک مدلی از رسانه‌های مستقلی که به وسیله مشترکین اداره میشه پا بگیره، چه بسا ده ها رسانه شبیه اینم پا بگیره و بخش از خلای رسانه ایران برطرف شه. جناب آقای جعفریان خیلی خیلی خوش اومدین به این لایو و خیلی ممنون که دعوت من رو قبول کردین. به عنوان نخستین سوال، اتفاقی که داره میفته به ویژه در 2-3 روز گذشته اتفاق عجیبیه. آیا خود شما پیش بینی میکردین که طالبان تا این حد برق‌آسا و سریع شهرهای اصلی افغانستان رو بگیره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در جنان لازم هست من خودم توضیح بدم در باره خودم که شروع کنم. بفرمایید، اگه حتما مخاطبم با شما آشنا هستم، ولی ممنون میشم که خودتون معرفی کنید و بک‌گراند و عقبه از خودتون بدید. سوید که بیتا که فرموزید، من در روحت فت رحمت کنم معتزه رو بینیم مختصر کارهای انجام دادم در سفر به مناطق جنگی منطقه و جهان هست، کوزوو و بوسنی تا سوریه و عراق و تاجیکستان و افغانستان و خیلی از بزرگانی که در منطقه و در جهان در سالهای اخیر نامی در کردن و شوخی بودن در این امور، از ابراهیم رگوا در کوزوو، سال بیریشا در آلبانی تا ملا عمر و احمد شاه مسعود و کنون بی نظیر بوتو همسالهم. یه دوره‌ای هم در افغانستان سمت رسمی داشتم، رایزن فرهنگی ایران در افغانستان بودم. بیشتر کار من در افغانستان بود. سالها در اونجا ساکن بودم، کتاب‌هایی در موضوع نوشتم و استادهایی سن. عذرخواهی می‌کنم برای این مفتت و مشکلی که جناب پیش اومد. گفتید خیلی از بینندگان شما عصبانی شدن. این امور، این مشکلات ممکنه پیش بیاد. به هر حال تلفن باید ریستارت می‌شد و چند دقیقه تأخیر شد. در پخش زنده شبکه‌های جهانی هم بعضی از مشکلات پیش می آمد، نباید سخت. در پاسخ به سوال شما باید بگم که من شاید سال گذشته پیش بینی رو نمی‌کردم، اما از چند ماه پیش بعد از اینکه آمریکایی‌ها مذاکرات شروع با طالبان شروع کردن و اونها رو عملا به رسمیت شناختن، مذاکراتی رو با اونها داشتن، تعهدنامه رو بینشون امضا کردن، من فهمیدم داره مسیر توجه واشنگتن که قدرت قاهر هست در افغانستان به سمت این گروه تغییر میکن. آقای خلیزاد به نحوه آشکاری روزگیریاش تغییر کرد، با طالبان نشست، اونها را عملا به عنوان یک دولت شناسایی کرد. در پیمان‌نامه‌ای که با امریکایی امضا کردن در جایی در بندی ذکر شده که طالبان نباید به
مخالفین امریکا و دشمنان این کشور ویزا بدهند. این یعنی اینکه اینها یک سال پیش طالبان را به عنوان دولت شناسایی کرده بودند، وگرنه یک گروهی که همون موقعی که امریکا باش مذاکره میکرده در بین گروه های تروریستی تقسیم بندی شده و جزء لیست تروریستی امریکایی بوده، چطور میتونسته به مخالفین امریکا ویزا بدهد یا ندهد؟ این نشون دهنده اینه که یک برنامه ریزی شده بود و از اون لحظه من فکر میکردم اتفاقات بیفته، چون در طول این سالها از سال 2000 آقای علیزاده طالبا به یک خواب زمستانی فرو رفته، یه وضع دخیمی داشتن، چند بار تقاضا کردن در قبال اجازه زیست داشتن در افغانستان، این که فقط در اونجا زندگی بکنن، حاضرن که جنگ رو تموم بکنن، اما امریکایی هم نپذیرفتن. این نشون میداد اینها این کارت رو نگه داشتن، به یک زمانی میخوان باش بازی بکنن. سال 2003 دوباره این تقاضا رو کرد، باز امریکایی هم نپذیرفتن. سال 2007 تا 2010 امریکایی ها این تقاضا رو کرد، این بار دولت افغانستان نپذیرفت. یک کارشناس امریکایی اخیراً با بیسی صحبت کردن، عجیب بود، اینها رو انکار کرد و علنا گفت موجود اگه خواستید براتون میفرستم گفتگو شما سید جمال موسوی در بیسی صحبت میکنه، اونجا این لو میده و میگه که چند بار طالبان این تقاضا رو داشتن، ما نپذیرفتیم، یک دوری هم دولت افغانستان نپذیرفت، بعد که طالبان قدرت گرفتن خب باز اونها نپذیرفتن. بله در یک سال آخر من این پیش بینی رو میکردم که اینها به این درجه از موفقیت برسن، اما قبل از اون نرسن. خب جناب آقای جعفریان، گمان میکنید که از الان به بعد چه اتفاقی میفته؟ آیا طالبان موفق میشه کابل و مزار رو هم بگیره؟ من ابتدا یک مقدمه میگم راجع به این که ببینیم چی شد که در واقع این شد، چی شد که به اینجا رسید، تا بعد بریم در ادامه ببینیم که چه ممکنه بشه. فکر کنم ما سه تا حوزه رو باید بررسی کنیم اگر بخوایم ببینیم چرا طالبا به این مرحله رسیدن، چرا موفق شدن. اول روی علیزاده باید باور کنیم که طالبا بخشی از مردم افغانستان، یعنی یک ذهنیتی هست تا که شما میگید طالب همیگن تروری طالب، طالب رو تطهیر میکنیم مرد بر طالب، انگار اینکه مثلا طالب از کره مریخ افتاده اونجا و همه باید برن و بهش کنن و اینو نفیش کنن دیگه اصلا وجود نداره، پاکستان آورده، امریکا آورده. آقا بخشی از مردم افغانستان طالب هم. بخشی از اینها مثلا خانواده هایی در جنوب من میشناسم از پشتون ها، چهار تا برادر هم، سه برادر رفته بین طالب داره جهاد میکنه، یه برادر داره کار میکنه، معاش و هزینه سه تا خانواده دیگر میده تا اون سه تا به جهادشون ادامه بده. این که باز تصور میشه همه پشتون ها طالب، این کلت در جنوب افغانستان بخشی از پشمه ها دارن با طالبان می جنگد. نمونه بارزش جنرال عبدالرزاق اچکزایی بود که به طور وحشتناک این دشمن طالبان بود، جنگ های خونینی با اونها کرد و خب وقتی هم طالبان به قندهار رسیدن و به اسم بودک رسیدن، خانواده اچکزایی و قوم اچکزایی قتل عام خونینی کردن. این که هی می گفتن در اسم بودک اینا 100 نفر کشتن و قتل عام کردن، همون خانواده اچکزایی بودن، قوم جزد خانواده آقای عبدالرزاق. این آقای خاش جوان تنسپرداز افغان هم که با اون وضع فجی کشتنش و جلو دوربین های سیلی میزدن بهش، ایشان هم از قوم اچکزی و از نزدیکان جنرال عبدالرزاق بود، برای همین این بلا سر شده. قبل عبدالرزاق رو تراکتور انداختن ویران کردن، خانهش آتش زدن. هم اینا رو دارم میگم تا تاکید بکنم نگاهتون به افغانستان سیاسفید نباشه، نگاهتون به پشتون ها سیاسفید نباشه. بین پشتون ها طالب هست، زیاد هم هست، جایگاه و خواستگاه و پایگاه طالبان پشتون ها هستن، اما همه پشتون ها طالب نیستن. این که فکر کنید طالب ها از پاکستان اومدن بخشیش درسته، اما همش غلطه. بخشی از این پشتون ها متعلق به اون طرف خط دیورانت هستن، منصوب به و ساکن در مناطق پشتونشین قبایلی پاکستان، مناطقی بی که اصطلاحا به اجنسی معروفن، مثل کرما اجنسی ها،
مناطقی که قوانین مستقل خودشون رو دارن و پشمینشین هستند و در دوره امان الله خان طی قراردادی که بین حاکم وقت افغانستان و حاکم وقت هند بریتانیا امضا شده، اون زمین ها تحویل هند داده شده و بعدها جزء پاکستان شده. این افراد از اون طرف خط دیورند میان به داخل افغانستان و به طالبان کمک میکنند. طالبان که شعار پشتونستان بزرگ داره و لذا بخشی از اونها پاکستانیان. اینها که پاکستانیان به این معنی پاکستانیان، نه اینکه لزوماً از کراچی میان و از مثلا فکر کنید مثلا کرد ایرانی بره توی عراق بجنگ، یه همچین حالت پشتو پاکستانی میاد به پشتو ایرانی، به پشتو افغانی این طرف مرز کمک میکنه. بله، پس بخشی از اینها افغانه و طالبا بین افغان ها پایگاه دارن. اما اینکه فکر کنن که مثلا بگیم 90% افغان ها طالب هستن با علاقه مندن به طالب ها، باز این کنه. من برداشت شخصی اینه چیزی بین 15 تا 25% افغان ها گرایش و اندیشه های طالبانی دارن. بخش از هم این ها در منطقه پشتونشین هست، بخش اندکی بین 6 تا 7 تا 8% شاید بین ازبک ها و تاجیک ها و قزلباش ها و ترکمن ها و پشهی های افغانستان هم از طالبان باشه. خب یه بخشی از موفقیت طالبان به سبب پایگاه شده، یه بخشش به سبب این حکومتی که در افغانستان به وجود اومد. آقای علیزاده، از ابتدایی که بنیانش گذاشته شد این حکومت 2 تا شق بود، یعنی یک دوگانگی در ذات حکومتی که تعریف شده بود وجود داشت. بخشی از اینها حکومتی بود که توسط امریکایی‌ها تحت عنوان جمهوریت در افغانستان سازماندهی شده. نماینده دوره اول چه های کرزایی بود؟ ما میدونیم قرار بود یک کسی به نام آقای عبدالحق بعد از کنفرانس بن بیاد به در افغانستان رئیس جمهور بشه. عبدالحق از مرز تورخم وارد پاکستان شد، با همه طالبا هماهنگ شده بود، در یکی از پاسگاه ها که هماهنگ نشده بود اینو کشتن. ناگهان دست امریکایی ها خالی ماند، رفتن سراغ آقای کرزایی خیلی شتاب زده. ایشان انتخاب شد، ایشان رستوران داشت در امریکا، رستوران های زنجیره فراخ غذای افغانی میداد به مردم در امریکا. ناگهان ایشان رو که یک سابقه اندکی در امور سیاسی داشت، یک دوره منشی آقای پیرزیرهند ایرانی رئیس حزب مهاجرتی افغانستان بود، ایشان رو صدا کردن آمد و با هلیکوپتر بردنش در اورازگان گذاشتنش و اونجا با پول فرماندهای طالب رو میخرید، ترینکوت رو گرفت، بعد قلعه ها رو و شد رئیس جمهور. در 15 سال ایشان حاکم بود. در این دوره که بود کسانی که جهاد کرده بودن علیه روزها اینها مدعی بودن، مثل آقای جنرال فهیم خان، مثل آقای عطا محمد نور، مثل مارشال دوستو، مثل اسبول خان، مثل خانواده مسعود، اینها از همون ابتدا با دولت و دولتی که امریکا برده بود زاویه داشت. آقای غنی هم که اومد این زاویه باقی بود، مخصوصا که آقای غنی انصافا هم دوره اول هم دوره دوم به طور آشکاری با تقلب پیروز شد. در دوره اول صدای مسئول برگزاری انتخابات پخش شد در اینترنت، شما الان بگردید موجوده، زنگ زده به مسئول یکی از استانهای جنوبی میگه والی صاحب امی گوسفندان در کوهستان ببر پس راه چاک و پس بیا، میگه گوسفندان ببر تو کوهستان چاکشون کن دوباره بیا بشون صندوق های رای میگه، میگه ببر پر کن دوباره بیا. خب ایشان هر دوبار آقای دکتر عبدالله شکستی شد، ببینید توی دور قبلی ایشان 300,000 رای به حسابش قبل از شروع ساعت انتخابات و بعد از شروع ساعت انتخابات ریخته شد و اون رای ها با وجودی که انگشت نگاری نشده بود، بایومتریک نشده بود، به عنوان رای مثبت پذیرفته شد و تازه با 300,000 رای تقلب ایشان با 900,000 رای از یک کشور 40 میلیونی شد رئیس جمهور افغانستان. آقای دکتر عبدالله گفت نمیشه، خودش به عنوان رئیس جمهور ایشان هم مراسم تحلیف برگزار کرد. یادتون هست همزمان در عهد آقای غنی مراسم تحلیف برگزار کرد، در قصر سپیدار آقای دکتر عبدالله. ایران به مراسم تحلیف غنی نرفت و به مراسم تحلیف عبدالله نرفت و تا حالا ما داریم تاوان نشون میدیم. یکی از دشمنی هایی که آقای غنی با تهران داره که یه بار میگه اگر
آب میخواید نفت، آب مفت میخواید نفت مفت بدید، اگر ایرانی ها رو دوست خطاب میکنه نمیدونم، هر روز یک بلای سر تهران میاره. دلیلشون عصبانیتی که ایشون از نظام دیپلماسی ما داره که ما به مراسم تحریفش نرفتیم، چون اونجا معلوم نبود پیروز کیه واقعا، روسا هم نرفتن به مراسم تحریف، تا اینکه ایشون اومد آقای دکتر عبدالله رو شریک کرد. همون شریک کردن باعث شد دوباره 50% کابینه داده شد به عبدالله. این دوگانگی آقای علیزاده دوباره در حکومت برقرار شد. یک زمان مثلا شوخی میکردن افغان ها، میگفتن روزهای زوج هفته حکومت دست عبدالله است، روزهای فقر دست غنی، شبها مال طالبان است. و با این وضعیت این دوگانگی باعث شد آقای غنی تمام تلاشش این بود این اپوزیسیونی که بغل گوشش در قصر سپید هست رو حذف بکنه. این آدم اصلا بسیار که طالب نبود، با طالب جنگ نمیکرد. مواردی هست شما ببینید آقای علیپور معروف به قماندان شمشی، مخاطبای شما باید اینو بدونن، این آدم در مناطق مرکزی سرداری هست که مجبور به جنگ با طالبان. آقای غنی در زمانی که شما اگر خوب گوش کنید، در زمانی که شما اگر از کابل به سمت مزار شریف می رفتید، از کابل که به سمت مزار برید مثل اینکه از تهران می خواهد برید آمور، باید از یک کوهستان بگذرید، مثل حراز ما از کوهستان سالنگ باید بگذرید. از سالنگ که بیاد پایین اولیشم پل خمریه، بعد از پل خمری یک جایی هست منطقه شیرگاه، اونجا شیری، اونجا طالبا پاسگاه گذاشته بودن به فاصله 100 متر از پاسگاه دولت، از ماشین های عبوری مالیات می گرفتن، راننده می آمد جلو پاسگاه دولت 1000 افغانی مالیات دولت رو می داد، می رفت 100 متر بالاتر مولوی طالب توی مزرعه میز گذاشته بود، راننده پیاده می شد می رفت توی مزرعه جلو میز مولوی 1000 افغانی هم به اون می داد می رفت. و پاسگاه دولت کاری نداشته ای. در اون موقع غنی 1000 نفر فرستاد بره قماندان شمشی رو که با طالب می جنگی، بره قماندان شمشی رو در مناطق مرکزی بکشه، اما این طالب ها رو دست نمی زن. همون موقع داعش داشت به بدخشان اردوکشی می کرد. این آدم هایی که الان در بدخشان در راغستان با خانواده ساکنن، از انصار الله تاجیکستان، از حزب از ترکستانی اویغورهای چین، از نیروهای طاهری ملاچوب ازدن، اینا همه در اون دوره رفتن. اما آقای غنی با اینا کاری نداشت، دنبال این بود تو قصف سپیدار عبدالله داره چی کار میکن. پس یه مشکل دوگانگی دولت. مشکل بعدی این بود آقای علیزاده، نیروهایی که با روسها جنگیدن اینها دیگه محبوب نیستن، اینا صاحب کارخونه شدن، صاحب خونه شدن در خارج کشور، بچه هاشون توی امریکا و فرانسه و نمیدونم دبی و اینا دارن خوش میگذرونن، ساعت های 100,000 دلاری پشت دستشونه، اینا دیگه آدمی نیستن که پا به RPG روی دوش توی کوه به جنگن. این آدم ها دیگه انگیزه جنگی با طالبان ندارن. بذار الان اگه اسمایل خان داد میزنه آقا بیاید پشت سر من بجنگید با طالب، شما عکسای امروز بعد از اونی که طالبان از توی خونه اسماعیل خان ازش عکس گرفتن ببینید، خونه لاغر 100 میلیون دلار میارزه. خب این آدم مردم پشتش جمع نمیشن، مردم پشت سر آقا جنرال عطا محمد نور که وقتی آنگلا مرکل تو مزار شریف رفت خونهش، گفتین از کاخ سفید از دیرتر خونه این آدم. خب مردم پشت سر آقا عطا محمد نور جمع نمیشن، حتی اگه آدم بگه آقا من انگیزه ندارم، من واقعا دل به دنیا نمیسته، حتی اگه راست بگی مردم باور نمی کنن. یکی از رهبران مخالف طالب اسمش هست عباس دالر، این آدم یه قصری داره توی مزار، یه خونه توی کابل داره که نظیر نداره، سفارتخونه امریکا و ایران با شکوفتره. خب مردم پیشتر اینا جمع نمیشن، یعنی اصلا قانون امریکایی ها دل کنید، هم اینا که علیه روسا جنگیدن اینا دیگه اصلا نمیتونن مقابل طالب بجنگن، چون شکم هاشون از مال حرام پر شده. اینها مردم انگیزه ندارن، باور نمیکنن اینا پشت سرشون جمع بشن، وگرنه اسماعیل خان با همین تعداد نیرو، با نصف این تعداد و امکانات روزها بیرون کرد از قرد افغانستان، عظمت دیدن خودش درست کرد، ولی کسی الان به صداش گوش نمیکرد. همین هایی که میگفتن شیر حریبا، همین هایی که میگفتن شیر حرا، اینا سالهای سال
اسماعیل خان رو دو زدن بگن افغانی ها فخش دادن بهش و گفتن این سرمایدار، این جنگ سالار، این باید به خاطر جنایات شده حقوق بشر محاکمه بشه در دادگاه بین المللی. یه ها که دیدن اهمیتشون رو از بین میره گفتن شیر حبیبان. یه بحثم پس اینه، علت این که نمیشه مردم رو جمع کرد، این آدم ها پایگاهشون از دست دادن، مردم انگیزه شون رو برای اینا با طالبا به پشت سری با جمع شدن از دست. خب پس من برای دولت جنبندی، برای جنبندی مخاطبانی که الان پیوستن، پس سوال ما این بودش که چگونه طالبان اصلا به چی شد که اینجا رسیدیم، ما چی شد که کار به اینجا رسید؟ و شما تا به حال دو علت اصلی رو گفتین، یکی این که آقای عبدالحق که کاندید اصلی آمریکایی‌ها بود کشته شد و مجبور شدن برای کرزای برن و بعدم واسه اشرف غنی، و از اشرف غنی از همون ابتدا دولتش با مشروعیت روبرو نبود. اولا که 300 هزار تا رأی دزدیده بود در و کلا با 900 هزار تا انتخاب شد در کشور 40 میلیون نفری، بعد هم مجبور شد که با عبدالله یک کابینه ائتلافی تشکیل بده و این هیچ وقت قدرت نداشت، برای همین به قول شما گفتین، گفتین روزای فرد مالی که روزای زوج مالی که دیگه بود. و دومین مسئله مهم گفتین که غنی بیشتر نگران دعوای جناحیش بود تا اینکه مبارزه با طالبان، یعنی به جای اینکه دشمن اصلیش طالبان باشه همش چشمش به این بود که تمام انرژیش رو روی مقابله رقابت و دشمنی با نیمه دیگه دولت بذاره. علت دیگه چی آقای جعفریان؟ اصلاً که فقط علت دوم اشتباه گفتید، توی اون علت دوم که گفتید توی علت اول بود. علت دوم همین مخالفین زمان لوس ها که الان مخالف قدیم هستن، اینا سرمایدار شد، اینا کسی پشت سرشون جمع نمیشه دیگه. یعنی اسماعیل خان، اگر اسماعیل خان سابق بود میتونست جلوی طالبان بگیره، اما یه اسماعیل خان خونهش توی هرات باشه، کوتاهی خونه هراته، خب مردم پشت سرشون جمع نمیشن، حتی اگر راست بگه مردم باورش نمی کنند. در مورد این که در باره آقای غنی این نکته رو گفتم، ببینید برای این که صحت بذارم به حرفم، شما رو متوجه بکنم چه خبر بود. این نکته دومی که دقیق گفتید، آقای غنی بیشتر ذهنیتش در جنگ با این اپوزیسیون کنار کشش بود، آقای اسماعیل خان قابلیت اینو داشت روی طالب رو بگیره، اما غنی تا آخرین لحظه حاضر نشد اینو حتی استاندار بکنه، یعنی بیچاره مونده بود، داشت اسیر طالب میشد، باز هم غنی اینو استاندار نکرد که کنترل همون نیروهای دولتی موجود در هرات دست اسماعیل خان باشه. یعنی از یه طرف نیروهای دولتی در کنترل اسماعیل خان نبودن، خود غنی به اسماعیل خان اعتماد نمیکرد، از یه طرف هم مردم چون اون گذشته رو دیده بودن و این رفتن به سمت ثروتو رو داشته بودن. میخوام به مخاطب شما روشن کنم در جبهه ضد طالب چه جنگی بین خودشون هست، دارن خون هم میریزن. یه سوال آقای جعفریان، چی شد که اسماعیل خان پولدار شد، صاحب سرمایه شد؟ اونا که نفت ندارن که بگیم حالا مثلا چم شرکت های نفتی و اینا، از کجا این مجاهدین سابق، این جنگجویان سابق، این قهرمانان جنگ ضد استعمار ضد روسیه اینقدر تونستن پولدار شن؟ تجارت، اینا رو چشت خور کردن، اینا رو وارد داخل دولت. یه دوره آقای وزیر خان، وزیر برق بود، وزیر نیروی افغانستان، خب تو اون دوره هایی که وزیر بودن، پروژه هایی که گرفتن پولدار شدن. و معدود کسایی که وارد حوزه تجارت و سرمایه نشدن، من به طور مشخص خیلی کم میتونم نام ببرم آدم هایی که از دوره مجاهدین باقی موندن و وارد یه حوزه تجارت و پول در آوردن نشون. محدود مثلا دو سه تا نام، من احمد مسعود به یادم میاد، همین قمانداز شمشیر به یادم میاد، جنرال بسم الله خان به یادم میاد، محدود هم آدم هایی که این کار رو نکردن. بقیه شون اقلا همه شون بدو من کردن، کار کردن، پروژه گرفتن. پس ایران اگر کم داریم سردارها و بزرگایی که آمدن و پروژه گرفتن و پولدار شدن و از رانتی گرفتن و در افغانستان به همین کردیم. خب بریم توی علت سوم. پس یکی این بود که حکومت دوگانه شده بود، به جان هم افتاده بودن، غنی به جای جنگ با طالب در آخرین لحظه اسماعیل خان داره می جنگ با طالب، بازم اونو نمی کنه، تشن استاندار قدرت رو دست اون نمی ده. اسماعیل خان تو آخرین لحظه داره با طالب می جنگه، هنوز غنی بهش اعتماد نکرده، اسماعیل خان هیچ امکاناتی نداشت، با دو تا کلاشینکوف و یه دونه موشک آرپیچی که نمیشه مطالب جنگ، امکانات دولت در اختیار اسماعیل خان نبود، زمانی در اختیارش گذاشتن که دیگه طالب رخنه کرده بود. به همون مشکل
سوم بعد از دوگانگی حکومت و خودباختگی مجاهدین صادق، علت سوم معاملات پشت پرده. یک اتفاقی داره میفته آقای علیزاده، شما شک نکنید. طالبان در طول تقریبا کمتر از 30 ساعت 7 تا 6 تا استان رو گرفتن. قندهار سقوط کرد، هرات سقوط کرد، بادغیس سقوط کرد، غزنی سقوط کرد، فراه سقوط کرد، زابل سقوط کرد، لوگر سقوط کرد، قم سقوط کرد. 9 تا استان، یه چیزی قریب مساحت مثلا بلژیک و شاید دو برابر مساحت بلژیک اینا تو یه شب گرفتن. ارتش هیتلر هم اینطوری پیشروی نمیکرد. فقط هرات و قندهار 2 میلیون نفر جمعیت دارن، چطور ممکنه که تونسته باشه ارتش طالبان اینطوری پیش روی بکنه؟ امکان نداره این مسئله. پس قطعا یک چیزی بدون نیروی هوایی، درسته؟ بدون نیروی هوایی و بدون قوای ثقیله، به قول افغانه بدون قوای ثقیله، بدون توپخانه، اینها تنها چیزی که دارن موتورسیکلت و آر پی جی و کلاشینکوف. چجوری اینا میتونن اینها استان رو بگیرن؟ این جز معامله امکان نداره چیز دیگه باشه. من برنامه‌ای که شما امروز در بی بی سی صحبت کردیم، من قبلش با یکی هم صحبت می‌کردم، انگار گفته بودن که اگر قندهار سقوط کنه بقیه این بخش‌های بشه همسایگان پشتون به قندهار، گفته بودن اگر قندهار هم سقوط کنه خب ما هم خودمون تسلیم میشیم. درسته چنین چیزی؟ ببینید توی هر منطقه، مثلا در حوزه جنوب غرب قندهار یه اتفاقی درش میفته، بقیه اون شهرها تسلیم میشه. در حوزه قرن هرات، به مزی که هرات سقوط کرد به صبح نرسیده، بادغیس هم سقوط کرد، قون هم سقوط کرد، زیر گوشش فراه هم سقوط کرد. بله اینطوری. پس برگردیم شواهد برای این معامله. ببینید غزنی که سقوط کرد، استاندار غزنی آقای داوود لقمانی. این آقای داوود لقمانی کی؟ اول برای مخاطب شما بگم، آقای داوود لقمانی 2 ماه پیش قرار بود به عنوان استاندار فاریاب در غرب افغانستان منصوب بشه. استان فاریاب، خدا رحمت کنه ظهیرالدین فاریابی رو، هر کدوم از این استانا رو ما میگیم یاد یه شاعر بزرگ خودمون از بادغیس و بلخ. بله، استان فاریاب یک استان ازبک نشین هست در افغانستان، همسایه هم هست با ازبکستان. ازبک ها به تحریک جنرال دوستم که از همان اپوزیسیون آقای غنی هست، با انتصاب آقای لقمانی که یک پشتون متعصب از نزدیکان غنی بود به عنوان استاندار فاریاب به خود خود، اونها مدعی شدن آقای لقمانی داره میاد اینجا تا زمینه ظهور طالبان و پیروزی طالبان رو فراهم کنه. آقای درمانی رفت اونجا به زور اسلحه و توی قماندانی توی بخش مرکز پلیس مستقر شد. سخنرانی هم کرد که من اومدم و کمک میکنم و از همه استفاده میکنم و در خدمت بیادرهای ازبک خود هستم و از این حرفا مردم قبول نکرد. خیمه برپا کردن جلوی استانداری، شب و روز خوابیدن، خلاصه این رو وادار کردن برگرد. برگشت کابل، آقای غنی اینو 2 ماه پیش گذاشت استاندار غزنی. آقای علیزاده 2 ماه نشده چیزی که فاریابی ها میگفتن اتفاق افتاد. غزنی رو تحویل طالب داد، آمد. چرا میگن تحویل داد؟ طالب غزنی رو گرفت، یه ها دیدیم فیلم های طالب ها در مده دارن با استاندار خوش و بش میکنن و روبوسی میکنن و سوار ماشین کردن استاندار رو، بدرقه کردن پشت سرش فیر شادیانه، شلیگ هوایی، جشن و پایکوبی. استاندار دشمن داره میره کابل. آقا اگه این دشمن بوده، تو طالب بودی گرفتیش، چرا فیر شادیانه میکنی؟ چرا نمیکشیش اینا؟ مگر نه اینکه میگی غزنی رو فتح کردن؟ پس این معامله است دیگه، معنی نداره که استاندار بدرقه بکنه دشمن بوده. در فراه عین این اتفاق افتاد. در فراه یک خبرگزاری اینا شایع کرد که آره ایرانی ها دخالت کردن و پهباد فرستادن و بعدم استاندار رو تحریک کردن که شهر رو تحویل طالب بده. الان استاندار رو تحویل طالب بده که الان خودش هم فرار کرده رفته ایران. 2 ساعت بعد عکس مسعود پختون استاندار شهر فراه در اینترنت در اومد،
که توی استانداری وایستاده داره با فرماندهای طالب گل میده و گل میخند. بعدم آقای عبدالفتاح حسینی نماینده شهر فرات در پارلمان افغانستان که نظامی هم هست، جنرال خود، ایشان تلفنی مصاحبه کرد با یکی از رسانه های افغانستان و گفت که من در استانداری فراه بودم. خوب گوش کنید خواهش میکنم، من در استانداری فراه بودم، سربازها کاملا مقابل طالبان مقاومت میکردن، احتمال پیروزی ما هم بود. در اون لحظه آقای محب تلفن کرد به استاندار. یه پرانتز، محب کیه؟ محب مشاور امنیت ملی افغانستان و مشاور امنیت ملی آقای اشرف غنیه و در واقع امنیتی ترین چهره افغانستان، یک مشاهی افغانستان، همه کاره غنی. ایشان همسرش امریکایی، کارمند سازمان سیاست و خودشان بزرگ شده امریکاست، از خردسالی در اونجا بوده، دو سه ساله، چهار پنج ساله آمده در افغانستان. ایشان تلفن میزنه به استاندار فراه و میگه تسلیم کن. آقای عبدالستار حسینی میگه ما داشتیم پیروز میشدیم، سربازای ایستاد بودن. خب ناگهان استاندار رو فقط گفتن تسلیم بشه، روحیه اینا میگه شکر. بعد میگه خود ما فرار کرده، من در بیابانهای فراه گمم. نماینده مردم فراه میگه خب اگر دولت داره زنگ میزنه بگه آقا تسلیم طالب کن، این دیگه اسمش سقوط نیست، این دیگه اسمش پیشروی طالب نیست، یک کودتا داره میشه در افغانستان، یه معامله داره میشه، داره شهرها تسلیم و تقدیر طالب میشه، طالب پیروز نمیشه، داره وارد میشه. وگرنه که آقا شما اگر بخوای از همون قندهار زمینی به هرات برسی دو روز طول میکشه، چطوری نه؟ یا برعکسش از هرات بخوای به قندهار برسی دو روز طول میکشه، چطوریه که صبح هرات سقوط میکنه بعد از اون قندهار میگیره؟ اینا با توییت ها بیشتبی میکنن، با موتورسیکلت یک مش میخ پنج ندارین بریزین تو جاده، ماشین ها اینا پنچر بشه راه نتونن برن، جلوشون رو با میخ میشه. خب این داره معامله میشه، در این شکی نیست آقای علیزاده. این که پشت این معامله چه هست، آقای غنی که منفعتی میبره، مهم چون اینها پاسخش متمرن و خاکستریه و یه رنگین کمانه، پاسخش آرونه نیست، یه فسفودی نیست، پاسخش پاسخش مشروعه. جان بفرم یه چیزی که هست، چون من حدود یه ماه پیشم با یک از دوستان افغانستان آقای موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس صحبت کردم، ایشون معتقد بود که معامله و تبانی داره انجام میشه، ولی همزمان آقای موسوی مبلغ میگفتش که طالبان توی روستاها میتونه جلو بره، به شهرها که برسه میبینه که مقاومت چی و شهرها رو نمیتونه بگیره، به قول جوونا عمرن میتونه شهرها رو بگیره، و حرفش این بود که همین اسماعیل خان شکست مفصلی بهشون میده. اسماعیل خان که تبانی نکرده آقای جعفریان، درسته اسماعیل خان در حد توانش هم جنگید، کوچه به کوچه هم جنگید ولی موفق نشد. من قبول دارم که از بهش که از دولت اشرف غنی از طرف محب از طرف امنیت ملی داره فشارهایی میاد و تبانیایی میشه، ولی همون که گفتین سیاسفید نیست، طالبان هم از نظر نظامی خیلی به قول معروف هیچ نیستش، اونم یک قدرت نظامی داشته. در مورد اسماعیل خان هم تبانی انجام شد به نظر شما؟ طالبانی انجام شد ولی از سمت اسماعیل خان نه. ببینید وقتی که طالبا به یه شهر حمله میکنن، هرات فقط دست اسماعیل خان نبود، در هرات قماندانی امنیه بود، قماندانی پلیس بود، نیروهای آقای اشرف غنی بودن، نیروهای سرحدی مرزی بودن، یه بخشی هم نیروهای مردمی در اختیار آقای اسماعیل خان بود. شما صحبت های اسماعیل خان رو تو این چند روز مقاومت بخونید، وقتی که خبر شد از کابل چندین تیپ کماندو تازه نفس به کمک نیروهای آقای اسماعیل خان، آقای اسماعیل خان مصاحبه کردن، گفتن نیروهای کماندوی تازه نفس، گفت والا اینا آمدن بسیار هم سخت نفس هستن، هیچ تازه نفس نیستن، بسیار هم خیره سر هستن و بگت نیستن، هیچ بگت نیست، این حرف من رو گوش نمیدن، کار خودشون میکنن. خب این وقتی نیرو بیاد به اسماعیل خان گوش نکن، سلاح بهش ندن، سلاحی که در اختیار کنترل پلیس باشه و در کنترل استاندار. چرا من تاکید میکنم تا آخرین لحظه اسماعیل خان استاندار نکرد غنی، یعنی کل پلیس رو، امکانات لشکر 27 نفر در هرات در اختیار استاندار بود، نمیدادن به اسماعیل خان.
خود 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 با 4 تا نیروی دو تا که نشین کن چیکار بکن؟ بله وقتی تو رو محاصره بکنن فشار بیارن سر شما، ببینی آقا هیچ کس نیست، 50 تا نیرو داری، باید جان اینا رو حفظ کنی. من تو این شرایط بودم در افغانستان ها بزنه مجبور به معامله میشه. امروز اون فیلم هایی که از اسماعیل خان در اومد که این یک مولوی طالب تو ماشین بغل کرده اسماعیل خان نشسته کناره، و اون گفتگوی تلفنی که امیر خان متقی با ایشان داشت، بسیار اسماعیل خان آرام شده بود و متوجه شده بود که اگر طالبا از غنی بهتر نباشند بدتر نیستن، داشت بهشون میگفت که بله ما کمک میکنیم و باید این خونریزی متوقف بشه. من فکر میکنم تو اسماعیل خان اگر اینو میدونست همین مقدار مقاومت نمیکرد. اونها در مورد اسماعیل خان معاملهای صورت نگرفت، ولی عرض کردم اسماعیل خان نیروی نبود، انرژی نبود، بخش اعظم قدرت تانک ها سلاح نیروی هوایی در اختیار دولت بود. مثلا اگر اسماعیل خان در منطقه قلعه مستوفیت پیشروی میکرد، باید تقاضا میکرد آقای استاندار تو رو خدا به هواپیما بگو بیان مثلا بزنن، یا اینجا دارن ما رو میزنن به توپخانه بگو آتش بکن. خب توپخانه نمیری خودش چی کار میخواست بکنه؟ اسم اینا رو ببینی بعد متوجه میشین که ماجرا چقدر پیچیده است. بسیار خوب، حالا اتفاقا یه سوالی از شما داشتم، چون شما در مورد همون عکسایی که از خنده طالبان با به شکلی استاندار سابق فاریاب فکر کنم فرمودید درسته گفتید، امروز هم عکسایی که از طالبان با اسماعیل خان اومد عکسای احترام برانگیز محترمانه بود. سوالی که بعضی میگن طالبان شاید عوض شده، به قول معروف متمدن‌تر شدن، دیپلماسی یاد گرفتن، قدرت نرم یاد گرفتن، و برای همین وقتی هم تسلیم میکنن استاندارا رو میگیرن دیگه مثل قبل نمیخوان انتقام بگیرن، میان باشون محترمانه که تشویق کنن بقیه هم که تسلیم میشن. آیا ممکنه که این دلیلش بوده باشه که حالا این استاندارا زود تسلیم شدن؟ خیلی سوال خوبی کردی، خوب شد به موقع پرسیدی. بله اگر میخواید من متهم کنید هر چی فکر بگید بگید، ولی یاد بگیرید که قضیه افغانستان رو دقیق ببینید تا که یه نفر یه حرفی میزنه موضوع رو براتون توضیح بده که آقا در افغانستان چه خبره، نه تصمیمی نیست که آقا طالب رو تطهیر کردی یا از اون کردن. اگر یه نفر توضیح میده در دولت قضیه چه خبره، نگید آقا طرفداری کردی از امریکایی ها برادر ایسپورلیگان بریزن سرویس بکنی یه روز که آقا اینا امریکایی هم و اینا فلان هم، چرا داری از غنی تعریف میکن؟ آقا گوره بابای غنی گوره بابای طالب، اما گوش کن در طالب تغییر کرده، طالب همین اسماعیل خان رو گرفت آقای علیزاده دور قبل در زندان چلزینه قندهار به دست و پاش مثل اون اسرایی که زحاک میگرفت اینو زنجیر کرد و میخ کرد به دیوار. همین آقای اسماعیل خان با یک تحقیر اینو برد و ایرانی ها یکی از پیچیده ترین، شما تا به حال این جایی گفته نشده، ایرانی ها یکی از پیچیده ترین عملیات جاسوسی دوران بعد از انقلاب انجام دادن و اسماعیل خان از زندان چلزینه قندهار از تو دهن طالبا کشیدنش و با موتور سیکلت 19 ساعت با موتور سیکلت اینو از قندهار آوردنش به ریختگاه های لاشتوبه، رسوندنش به زابل و اومد تهران نجاتش دادن. دفعه خواهد که طالبا گرفتنش هم نسو این کن، اما این دفعه میگیرنش دوباره میبرنش به خونهش شرفش میدن اونجا میذارن سخنرانی میکنه با احترام. امیر صاحب وزیر طالبا به این زنگ میزنه، یک مولوی طالب همیشه همراهشه، کسی به امیر صاحب کدام گفتی نزنه، هواپیما در اختیارش، اگه میخوای بری کابل برو. طالبا یاد گرفتن حرف زدن با دوست. آقا اینا یک نفر نبود توشون بتونه انگلیسی حرف بزنه. امروز شیرعباس استاوکزه میاد مثل بولبول با این دخترهای روز انگلیسی حرف میزنه توی مسکو دهل با میمونه. بله آقا اینا هم تونه یک نفر، این که تغییر کردن بهتر شدن یا بدتر شدن به عهده شما، ولی تغییر کردن، حرف زدن با دنیا رو یاد گرفتن، چیزی که ما هنوز بعد 40 سال یاد نگرفتیم اونا یاد گرفتن. خلاصه با دنیا چجوری حرف بزن، این که دارن این کار میکنن تا پدرسوختگی خودشون رو پیش ببرن ما نمیدونیم، اما یاد گرفتن حرف زدن با دنیا، یاد گرفتن حرف زدن با مردم رو یاد گرفتن. امروز توی هرات شما دیدید مردم که وحشت زده بودن اومدن بیرون، دیدن هیچ خبر نیست، ترافیک شده بود، طالبان تو شهر بازش سوار این ماشین های اسباب بازی شده بودن، بردی های کچونو که به هم دیگه میزدن.
بین مردم نه کسی رو آزار دادن، نه جایی رو غارت کردن، نه بیاین آقا بریم سر کاراتون. به اول معاون استاندار طالبان رفت پیش صرافا، گفت آقا پاساج صرافی هرات در امنیت کامل، هیچ نگران نباشید، هر مشکلی بود این شماره تلفن من زنگ بزنید. شروع کرده داره به کارمندان دولت امانتنامه میده، اینا رفتارشون نسبت به گذشته تغییر کرده، گذشت زمان نشون میده این تغییر بنیادی یا دروغی. شما سوال میبرید این کار آقای جعفریان عزیز، شما به عنوان کسی که در مورد افغانستان همین نگاهتون نه سفید نه سیاهه، بذار من از شما بپرسم بتونین کمک کنین، چون خیلی از ایرانی ها، خیلی از افغانی های مقیم ایران، خیلی از مردم آزادی جهان این روزها دلشون خونه، یعنی تصاویری که از افغانستان میاد باعث ایجاد چمه دلنگرانی انسانی شده که خیلی هم دلنگرانی شریفیه. ولی مثلا من دیدم که آقای حسین دهباشی امروز توییتی زده بود به این عنوان که طالبان خانه به خانه می روند و دختران 12 ساله را مجبور بردگی جنسی می کنند. فرماندهان جهادی به امامان مناطق اشغالی دستور دادند که لیست زنان 12 تا 45 ساله را برایشان بیاورند، زیرا آنها را غنیمت می دانند. جنگجویان حتی کمد لباس خانواده ها را برای تعیین سن دخترانشان جستجو می کنند. این چیزی که شما این چند روز در افغانستان شنیدید، با این تصاویری که ما میشنویم، کتک زدن، شلاق زدن، سر بریدن و همین بحث دزدیدن زنان، به ویژه بحث بردگی جنسی و جهاد نکاح و غیره، با هم دیگه سازگار هستش؟ آقای علیزاده، متاسفانه نگاه همه طرف ها در ایران و ایرانی های خارج از ایران به مسئله افغانستان یه نگاه افراطی، اونهایی که مخالف طالبان نگاهشون افراطی، اونهایی که موافق طالبان نگاهشون افراطی. چرا اونهایی که مخالف طالبان افراطی، چرا اونهایی که موافق طالبان افراطی؟ اونهایی که موافق طالبان نگاهشون افراطی به خاطر اینکه همزمان توضیح میدن، یک توضیح درست میدن و میگن که آقا طالب بخشی از مردم افغانستان، قبول. میگن طالب بخشی از قدرت، باید باهاش مذاکره کرد، قبول. اما یک اشتباهی که میکنن، میگن طالب رو تطهیر میکنن، یعنی میگن آقا طالب گذشته اگر این کار کرده اشتباه بوده یا نکرده، یا الان اگه دیگه باهاش جنگیدی خونتون گردن خودتون، طالب این قصد رو نداره، از طرف طالب حرف میزنن. آقا این کار رو نکن، بگو مذاکره باید بشه، ما با صدام مذاکره کردیم، اشکال نداره مذاکره کنیم. آقا نیاز نیست طرف حتما بگه بچه پیغمبره که باش مذاکره کنیم، بریم مذاکره بکنیم، معصوم نکن این طرف رو. این اشتباه این دوستان، این بخشش افراطیه، چون بخشی از طالب های علیزاده در کنترل خود طالبان نیستن. نگاه واحد به طالبان اشتباه استراتژی، هم توی بخش مخالفین طالب هست، هم توی بخش موافقین به طالب. نگاه واحد به طالب نداشته باشید، طالب خودشون سرد رقم هست. به تو وقتی شما میگه طالب خوبه، یه آدم های جانه این رو داری تبعه میکنی که داعش هم توش هست، حزب ترکستانی اویغورام توش هست، نیروهای تاهرالملاشوب هم توش هست، ساور تاجیکستانی هم توشه. نکنین این کار آقا جان. از اون طرف دوستانی که مخالفن، آقای قرائتی یه بار یه صحبتی میکرد، میگفت اینایی که شبیه این پرده های شبیخانی رو میکشن، عکس شن رو یه جور میکشن، شما نگاه میکنی وحشت میکنی. آقا شن دشمن ما دوستان بوده، درست، اما که قیافه شن شبیه اجدها نبوده که، که آدم بوده مثل من و شما. این رو اینجوری میکشه، چرا یه دم طالب رو اینجوری میکشن؟ آقا طالب هم یه آدم مثل شما، خب یه اعتقاداتی داره، یه بخششون یه آدم هایی جز به طبقاتی در داخل افغانستان و جز مردم افغانستان پایگاه اجتماعی داره. یک علت این که این کار رو میکنن، آقای علیزاده، بحث منحرف میشه، ولی لازم اینو بگم، اصلا یادداشت کردم، من شما منو برگردونید به راست، این تکر من واردش میشم، دوباره منو خارج کنید. یکی از دلایل این اظهارات اینه که بخش اپوزیسیون عصبانی از جمهوری اسلامی اینقدر در دشمنی با حکومت در تهران افراد داره میکنه که مشاعرش از دست داده،
یک حرفای بعضی وقتا میزنه و به یک اوضاعهایی میاد برای جنگ و به قول مشهد یا چین چین کردن به خاطر یک کلیدو کردن و با حکومت در تهران یه حرفایی میزنه که شما از مخ دود بلند میشید. مثلا توی بحث افغانستان الان پاکستان داره طالبان درمان میکنه، داره پول میده، داره نیرو میده. اینها در کراچی، شورای کراچی طالبا در کراچی، شورای کویتهشون در کویتن، اصل اداره طالب از پاکستانه. اما در افغانستان تمام دشمنی که تصور میکنن طالب و اداره میکنه با کجاست؟ با ایرانه. چرا؟ چون همه سعید لیلاز، آقا لیلاز گفته طالب نمیدونم حکومت فلان فلان نماینده گفته که در ایران طالبا جنبش اصیله. آقای موسوی معاون وزیر خارجه ایران امروز گفته امارات اسلامی. آقا یک کلمه گفتن بی خود گفتن. اما بفهم پول داره پاکستان میده، امریکا داره اینا از لیست تروریستی خارج میکنه. ظریف میگفت ما هنوز اینا رو تروریست میدونیم، بعد تو به امریکای کی نمیگی یقی تهران میدیم که چرا با اینا مذاکره کرده؟ خب مسکو مذاکره کرد، ترکمنستان مذاکره کرد، ازبکستان مذاکره کرد، هند مذاکره کرد، چرا یقی اینا رو نمیگیریم؟ چی بودن؟ خدا خیرید بده. چین که اصلا اعلام کرد که اینا رو قدرت فرستن ما به رسمیت میشناسمشون. یا وزیر دفاع انگلیس که اینا رو قدرت فرستن ما باشون کار میکنیم. چرا نسبت به اینا حساس نیستید دوستای من؟ نگذارین روابط مردم ایران با مردم افغانستان تحت تاثیر یه مش دیوانه قرار بگیره که اینها به هر قیمتی اگه ترامپ میگه بمب اتم میخوام بندازم تو تهران چون دشمنن به آقای خامنه ای و با حکومت ترامپ که بمب بنداز. آقا ول کنین، وارد این دعوا مردم افغانستان ایران رو نکنین. من یه خاطره یادم میاد من از ادخال سروفی قلب مومن به یک آنتراف اینو بگم. ما یک جایزه در ایران داریم به عنوان جایزه جلال آل احمد، گرانترین جایزه ادبی رمان فارسی، 100 تا سکه طلا جایزه وزارت ارشاد این برگزار. 3-4 سال پیش ما گفتیم آقا مگر به بهترین رمان فارسی جایزه نمیدیم؟ گفتن چرا؟ که خیلی خوب، چرا رمان های افغانی رو در نظر میگیریم؟ چرا وقتی که در خارج کشور ادبیات معاصر فارسی رو درس میدیم فقط شاملو و فروغ فرخزاد و نیما رو درس میدیم؟ باید رهنورد دریا و قهار حسی و اینا رو درس میدیم. اینا هم ادبیات فارسی هم وزیر خیلی خوشش اومد که بابا برید رمان های فارسی رو از کاغذ جمع کنید بیاید امسال رمان های افغانی هم در نظر گرفت. خب ما یک سفر کردیم به کابل، اونجا قسم امسال جمع کردیم آقا رمان هاتون رو بدیم. یک آقای اونجا استاد دانشگاهه، جالب هم معمول به خدمت از دانشگاه آزاد، یعنی از دانشگاه آزاد جمهوری اسلامی ایران حقوق میگیرم در اونجا در دانشگاه آزاد درس میکنم. این زند حکومت ایران در اونجا در تمام جلسه جلسه ایران هم یعنی این حکومت. این آدم در کابل رو افتاده بود آقا کتاباتون که این جایزه دولتی. دوست من بحث زبان فارسی در افغانستان آقای علیزاده جنگ، باور کنید همین الان که طالب هم هست من سریع اتحاد هستم، در افغانستان جنگ نه جنگ مذهبیه نه جنگ دینیه نه جنگ افراطیته، در افغانستان جنگ جنگ زبان. 250 سال این کشور با جغرافی های سیاسی تشکیل شده، در این 250 سال کمتر از 11 ماه فارس زبان ها در رست قدرت بوده. اون 11 ماه هم یه خربنده، یه کسی مثل نادرشاه تصادفی به قدرت رسید، بچه سقو، بچه یه آبفروش بود، بعدم که حاکم پشتون وقت پشت قرآن بهش اماننامه داد، به دروغ با نامردی کشیدش به کابل بکشتش. بقیه تو اینجا 250 سال شاه اگر بوده نادرشاه و ظاهرشاه و دامودشاه هر چی بوده پشتو بوده، نمیدونم خان اگر بوده امرالله خان و چیچی و تیچی و همشون پشتو بودن، رئیس جمهور کودتاچی بوده داوود دومان خود ظاهرشاه پشتو بوده، رئیس جمهور کمونیست اگر بوده نور محمد تلکی، آقای حفیظ الله امین،
آقای دکتر نجیب پشتو بوده، اگر امریکایی آدم آوردن حامد کرزی پشتو بوده، آقای اشرف غنی پشتو بوده، یک بدبخت دکتر عبدالله کاندید شد، اونم باباش پشتوه، ننش پشتوی فارس زبانه، همون هم هستی بقدرت برسه. در شهر بلخ تابلوی دانشگاه بلخ رو مردم گفتن آقا اینجا همه فارس زبانن، این طبق قانون اساسی همه تابلوهای رسمی باید پشتو باشه. چرا آخه؟ بیاید این دانشگاه ها این تابلو رو به قول افغانی میگم لاغه، اینو بکنیم دو قسمت، یه قسمتش بنویسین دانشگاه بلخ، یه قسمت پوهنتون بلخ، یه قسمت پشتو بلخ پوهنتون پشتو، یه وقتی بنویسین دانشگاه بلخ. این کار رو کردن، 10% جمعیت شهر مزار پشتو، فردا پشتوها ریختن یه کشته دادن، اون تابلو رو کشیدن پایین. شما در افغانستان برای که فارسی حرف بزنید باید خون بدید. 4 سال میخواستن تابلوهای دانشگاه رو بکنن دانشگاه به جای پوهنتون، دولت غنی اجازه نمیداد. آخر پارلمان افغانستان لایحه داد برای تعویض تابلوها، با قانون رفتن تابلوها رو عوض کردن، به چند ماه نکشید در اوج جنگ طالبان داشتن وارد کابل میشونن، آقای غنی به شهردار کابل دستور داد کل تابلوها رو دوباره پایین کشیدن، دوباره نوشتن فاندون، سرود ملی رو عوض کرد، زبان فارسی رو ازش حذف کرد، پشتو کرد تمام مکاتبات رو، پشتو کرد نوشته های اسکناس ها، پشتو. بعد این آدم اومده اونجا میگه توی دعوا میگه آقا این حکومتی، نه آقا جنگ جنگ زمان رو ول کن، حکومت ایران رو بفهم روانی، این دعوا رو بیا بیرون ازش، اونجا بحث باستان توه، بحث تمدن توه، اصلا ربط چیز جمهوری اسلامی نداره. یه بخشی از این دعواها طرف عقده از حکومت داره، آجی میخواد بزنه تو دهن موسوی که گفته امارات، یهو میاد بگه یهو شما میبینه ایران از پاکستان و امریکا که اصلا پدر مادر طالبان نیستن متحد شد، هی میگن ایران سلاح داده خود همینا. آقا شما در دوران زندگی میکنه که اگر عدسه کنی تو اتاق خوابه تو عکسش در میاد، یه پهباد کنترلی مرزی ارتش پدید و سقوط کرد توی اسلام قلعه، به زور در شده عکسش در میاد. این اسلحه هایی که میگین ایران میده به طالب کو عکسش کجاست؟ یه دونه شو نشون بدیم. خب هی میگن ایران آدم میفرسته طالب و ما میکشیم، در زاهدان تعزیه و عزاداریش برگزار میشه، کو یه دونه فیلم اینا رو برین تو اینترنت، چرا اجازه میدین خودتونو بیاب میکنن؟ آقای دهباشی، آقای هر کی، آقای ایکس، آقای ایگه تو پاریس، آقا ننویسین اینا رو، رابط مردم رو داریم چیره میکنیم با طرف، غلط این نگاه. ایران نمیکنه این کار، بله ایران با طالب مذاکره داره، داره ایران طالب رو به غنی ترجیح میده، البته که ترجیح میده، یک دیوانه مثل غنی که ایرانی رو میگه دوست، یک دیوانه مثل غنی که میاد و شما ببینید. من نمیدونم آقای علیزاده اینقدر حرف توی کله من هست، نمیدونم کدومش رو بگم، هی شاخه به شاخه میشه نماز بخواد ببینید. من اجازه من این از ذهنم میپره پیرمردم، اینو گوش کن بعد بگم. 80% آب، 80% اخراج، بین 65 تا 70% آب افغانستان از جنوب به پاکستان میره، یک دریایی از آب از جلال آباد میره به پاکستان، اون دریای آبی که از پنجشیر میاد، همه تون فیلماشو دیدید، این میره پاکستان. یک پروفسور ژاپنی رفته بود در ننگرهار به نام آقای ناکامورا، این دید که این دریای آب داره میره پاکستان مجانی از جلو خانه‌های مردم، مردم اونجا فقیر و بدبخت، اومد یک طرحی داد برای اینا کانال کشی بکنه آب، مثل اتفاقی که بین دجله و فرات در عراق افتاده، زمین‌های بایر ننگرهار رو ببره زیر کش و یک انقلاب در کشاورزی افغانستان بشه. دو روز اگر اتفاق، یک مهندس آبیاری از ترکیه آورد، اینقدر اونجا محبوب شده بود در ننگرهار، اسمش ناکابارا بود، افغانی ها چون تلفظ اسمش اینجوری بود بهش میگفتن کاکابارا، آره به عنوان عمومراد کاکامراد بشه،
اسمش ناکامورا. بعد یک مهندس ژاپنی را آورد شروع کرد به کار. آقا خود دولت افغانستان اولین مهندسه رو کشت، بعدم ناکامورا رو کشت، بعدم زنش رو دعوت کرد از توکیو، اومد بهش مدال داد. آقا این لطف کرده به مافیا، خودشون اینو زدن. این همه آب داره 60-70% آب افغانستان میره به پاکستان. نهضت سدسازی افغانستان کجا صورت گرفت؟ در غرب، در جایی که آبها به ایران میاد. سد کلافتان، دو تا سد در هرات روی هریرود، دو تا سد دیگه همین الان در دست اقدامه. سد کمال خان آقای علیزاده روی سیلاب های ورودی به ایران زد، روی رودخانه نیست سد کمال خان. این سیلاب هم دیگه نمیذاش به ایران برسه، یک قطره آب نمیذاش. زاغان رو نابود کردیم با این کار. ما طبق قراردادی که داریم با افغانستان که در موقعی با اینها بسته شده که سد کجکی روی هیرمند وضعیت فعلیش رو نداشت، 25 متر از ارتفاع فعلیش کمتر بود. یه قراردادی بس آقای رضاخان با حکومت وقت افغانستان، پدر آقای ظاهرشاه، و یک منطقه به نام دشت ناامید رو در شرق زابل که مساحتش دو برابر بحرینه، اینو بخشید به افغانستان. زمینه شد این خاک نفرست. در عوضش این صحبابه گرفته شد برای حامود صابر. اینها بعد در طول زمان اومدن 25 متر تا 30 متر تاج سد کجکی رو افزایش داد. این باعث شد آبهایی که پشت سد کجکی جمع میشد، چون طبق قرارداد سرریز آب سد مال ایران، اینجوری کاری کردن دیگه سد آبریز نه. این اولین کاری در دوره آقای غنی دوباره این تاج ارتفاع شخصه کرد. بعد تمام ورودی های آب بعد از سد مالک شیران روی تمام اینا سد بست، از جمله همین سیناوایی دارم. این یک سیاست جنگ آب بود برای اینکه بخشی از شرق ایران رو خالی از سکنه بکن. آقا آبتون داری میده پاکستان، چرا اونجا سد درست نمی کنی؟ چرا میده اینجا؟ در شیطنت که کرده آقای خانشی بود دو طرف مرز رو به دون هم انداخت. بفرمایید آقای جعفریان، از شما چون گفتین یک ساعت هم بیشتر وقت نداریم، الان به یک ساعت داریم میرسیم. این بحثای شما که من سیر نمیشم ازش، ولی شما از روی بحث پرید اینا، ولی بحث در واقع ایران ستیزی غنی رو اصلا میتونیم در موردش یک بحث کامل بذاریم و منم خیلی مشتاقم بشنوم مخاطبم همینطور، هم فارسی ستیزی، هم ایران ستیزی، هم جنگ آبی که گفتید. ولی شما از روی بحث زنان پریدید و یک از چیزایی که الان در واقع نوک حمله این بحث طالب و بحث افغانستان اینه که واقعا بخشی از جامعه ایران فکر میکنه که طالبان داره خونه به خونه رو در باز میکنه و مثل فیلم های قدیمی دختران 12 ساله رو میکشه بیرون. اگه میشه در مورد این که آیا جهاد نکاح اصلا در بین طالبان امر رایجیه یا این اتفاق رو قبلا هم انجام دادن، آیا الان طالبان دارن زنان به شکلی اسیر رو مثل زمانهای قدیم به کنیزی میبرن؟ خیر همچی چیزی نیست، ولی اگر شما باید خبرش رو از هرات میشنیدید، دو تا شهر 1 میلیون نفری رو اینها گرفتن، الان 48 ساعت هیچ حرفی از این امور نیست. و این حرفا صحبت هایی که به درد توییتر و به درد فیسبوک و اینستاگرام رو، اما هیچی هم نیست. گوش کنید عرض بنده رو، دوباره برمیگردم به صحبت قبلی که طالبان رو یک طیف ندید. طالبان یک بخشش دوعش همین الان هم هست در شمال افغانستان، در منطقه قندوز، در منطقه بدخشان، در تخار. نیروهایی که زیر پرچم طالب داره کار میکنه اینها داعش. یک فیلم من توی اینستا خودم بارگذاری کردم، 3-4-5 تا پست قبل، دوستایی که گوش میکنن این پست این لایو بعد برن اینو ببینن، فیلم تصرف پلسپانی مایمی، منطقه مایمی، بخش مایمی در شمال شرق افغانستان در مرز افغانستان و تاجیکستان. یک گروهی با پرچم طالب توی آبان ماه سال گذشته داره این منطقه میگه.
توی فیلم شما میبینید یک آدمی رفته یک جای عجیبی موضع گرفته داره تیراندازی میکنه، اگه جمع رفته باشید میبینید که این آدم توی کوهستان حیرت آوره که چجوری موضع گرفته داره تیراندازی میکنه. یهو یه کسی از کنارش رد میشه، از افغانستانی ها بهش میگه اکای اروس فرکو این، که داره بهش میگه که لحظه فارسی افغانی میگه برادر روس، اکی اوروز فایل کن، میگه برادر روس شلیک کن، فایل کن، فایل کن، شلیک کن. این برادر روس یکی از اون چچن ها، یکی از روسیه برگشته، از قیافش هم معلوم. در ادامه هم شروع میبینید که اینا اسیرا رو میگیرن و بعد هم راحت میکشن جلو دوربین های داعش. بعد هم به خط کرل با الفبای روسی توضیح میدن که معلومه دارن این فیلم رو میسازن برای سایت های داعش، برای نیروگیری در داغستان و چچن و مناطق روس در تاجیکستان و جمهوری آسیای مرکزی و. خب اینا کیه؟ طالبان آقای علیزاده باید تکلیفش رو با اینا روشن کنه. این آدم ها توی منطقه خودشون ممکن از این کار رو بکنه، بله دخترها رو ببرن، کمایی که در بدخشان این اتفاقات افتاده. من هم نمونه شد در همین پیج خودم بارگذاری خواهد کرد. به خانومی در از مهاجرین بدخشان در تخار در مقابل دوربین توصیه میده، میگه چند نفر از طالبان آمدن خانه من، دست دختران منو گرفته بودن ببرن با خودشون، پسر نامزددار من جلوی اینها ایستاد، اونو 100 تا فشنگ 100 تا مرمی میگه در جانش 100 تا گلوله توی بدنش خالی کردن و کشتنش و دختران رو بردن. اما اینها بخشی هم که وقتی آقای اسلامزاده از مولوی خیرخواه سخنگوی طالبان پرسید، آقای خیرخواه مدعی شد که اینها مهاجرن، ما که در افغانستان قدرت بگیریم باید تکلیفشون رو با ما معلوم کنن، اگر میخوان در افغانستان بمانن حق تعرض به مردم، حق تعرض به کشور همسایه رو ندارن، از خاک ما اجازه تعرض به کشور همسایه رو ندارن. آقای مولوی خیرخواه راست میگه؟ ما نمیگه. آیا دروغ میگه؟ ما نمیگیم. اما در این که میگه اینا اقلیت هم و ما اینجوری نیستیم، این راست، چون الان طالب اومده در قندهار نه دختری رو برده، در هرات نه دختر 12 ساله برده. جوک میگن، میگن در نظرنج اطلاعیه دادن که دخترهای 12 ساله خودشون معرفی کنن، خانواده ها به آقای مکنو خانواده میگه دختر خودشون برده الفای میچه. طالب تازه اومده تو منطقه با جمعیت عمده تو 10 تا جبهه داره می جنگه، اگه همچی کاری بکنه خود مردم علیش می شورن، تجربه می شورشن در مزار سال 75 داره که 10,000 تا نیروی قتل عام شده، همین کارا رو کرد. و تو منان نیازی شروع کرد به سمپاتی علیه شیعه ها و سال در مزار شیعه ها رو کشت، یه ها مردم نشون کردن 10,000 تا از طالبان کشتن و اسیر گرفتن و زخمی کردن، فراری دادن، طالب شکست خود در بزن. این تجربه رو تکرار نمی کنید. اما بخشی از اینها که عمدتا جنگجویان خارجی هستن که به داخل افغانستان منتقل شدن، اینها از این کارو می کنن و عمدتا در شمال افغانستان و شمال شرق افغانستان. این که اینو تأمین بدید به کل افغانستان، این کار غلطی. این که بیایید بگید همه طالبا داعشن، این هم کار غلطی. یه بخشی از طالبان در برخی از مناطق نیروهای هستن که داعشن، چون بگن ما داعشیم همه دنیا علیهشون میشه، پرچم طالب رو فعلا دستش گرفت. اجتماع طالب اینه که بین خودش با اینا خط کشی نمی کنه، تکلیفش رو با اینا معلوم نمی کنه که آقا اینا جز به شما یا نیستن، اگه نیستن بری سرکوبش میکنه، اگر هستن مسئولیتش رو عهده بگیری. نکیه این گرهیه که آینده باز میشه. یه نکته از شما بپرسم، چون امروز تصاویر اومد که هم در هرات هم در شهرهای دیگه طالبان اجازه دادن که نماز جمعه شیعیان برگزار شه و به شکلی تصاویری که ما دیدیم که میگه در واقع نشون میده که طالبان اون چیزایی که قبلا تا 2 ماه پیش میگفتن که اگر بیان شیعیان رو میکشن و غیره، اینطور نیستش و دارن آزادی های مذهبی هم میدن. در واقع ما باز برمیگردیم به این نکته که آیا طالبان عوض شدن یا نه. من یک توییتی از یکی از به شکلی کاربران افغانستانی دیدم امروز که میگفت همکنون منطقه نوع هرات مردم با طالبان سلفی و عکس یادگاری میگیرن، نه زنی به کنیزی گرفته شده و نه مردی به بردگی، حضورم در عکس تایید یا تطهیر طالبان قلمداد نشود،
چون صرفا خواستم مشتی باشم و دهان آنهایی که میگویم تو اصلا در افغانستان نیستی و غیره. یک نکته هم بودش که من میخوام از شما بپرسم، آقای عبدالله کاظمی که برادرشون آقای کاظم کاظمی شاعر بسیار معروف و شناخته شده هستن در داخل ایران، آقای عبدالله کاظمی استاد دانشگاه در هرات هستن و استاد دانشگاه اشراق بودن و حوزه علمیه و غیره، چیزی نوشتن که ازشون اجازه خواستم که اینو بخونم. میگن مردم هرات در لحظه تصرف هرات توسط طالبان سه گروه بودند: کسانی که دم از مقاومت می‌زدند و از اسماعیل خان حمایت می‌کردند که البته تعداد زیادی نبودند، کسانی که گروه دوم کسانی که از طالبان حمایت می‌کردند اینها هم زیاد نبودند، سوم کسانی که طرفدار مصالحه و آتش بس بودند اینها اکثریت جامعه را تشکیل می‌دادند. گروه سوم هم دو دسته بودند: الف براءت از هر دو یا بی‌طرفی منفی، ب وساطت بین هر دو یا بی‌طرفی مثبت. حالا از جمله بند ب دسته سوم بودن، یعنی بی‌طرفی مثبت و وساطت. در لحظات تصرف شهر که یک نصف روز بیشتر طول نکشید، ما نگرانی خرابی و جنگ شدید و تلفات زیاد و احیانا خلای قدرت و چور و چپاول و فرصت طلبان بودیم که الحمدلله هیچ کدام اتفاق نیفتاد. در اون موقع سر ما داخل گوشی ها و تعقیب اخبار لحظه‌ای گوش ما نگران شلیک گلوله و ذهن ما متوجه چگونگی تعامل آینده طالبان با مردم به خصوص شیعیان بود. این را مطمئن بودیم که در لحظات اولیه همونطور شما فرمودین طالبان نه با مردم نه با شیعیان کاری نخواهند داشت. یه جمله پایانی داره، میگه راستش رو بخواهید شخصا به خاطر فساد دولت غنی امنیت طالبان رو ترجیح میدهم. خیلی حرف درست میزنه، خیلی خوب کردید اینو خوندید. یک دوره در افغانستان خیلی شیعیان رو قتل عام کرد. آقای عبدالرحمن خانی بود حاکم وقت و علت این که بسیاری از اونها کوچ کردن به ایران آمدن، به پاکستان رفتن و بخششون در منطقه صعب الامور مرکزی جمع شدن، این بود که خیلی ازش کشتن، شهید کردن. یه جوکی در اون موقع شایع شده بود، میگفتن که هر کی رو میگرفتن سوال میگن تو سنی یا شیعی. خیلی هم باز بخشایی که دست شیعه بود که محدود هم بودن، اونا باز یقه سنی ها رو میگرفتن. بعد شما رو وقتی میگرفتن تو نمیفهمید اینا طرفدار سنی ها یا شیعه، تو باید چی بگی؟ به یعنی گفتن خلاصه تو سنی یا شیعه، که باقی من زن بچه دارم، من مذهب همینه، من سر بچه دارم. حالا آقای عمیزاده خیلی نکته خوبی دوستایی که توی فضای مجازی هی آتش جنگ و مغلوبه میکنید و حمله میکنید و شکست میدید، آقا مردم دارم خلاصه زن بچه دارم، بخش اعظمشون میخوان زندگی بکن، نه رفیق طالبان نه دشمن طالب، هر کی امنیت بیاره با هم رفیق، کاری ندارم که کی میخواد، فقط آسیب به مردم نزنه. الان در هرات امشب تمام حسینی ها، من خبر حسینی های شیعیان مراسمشون برقرار بوده، خود طالبان امنیتشون گرفته، هیچ خبری نیست. یعنی دیگه ظاهر الان اون شیعه ها از بمب انتحاری و حمله انتحاری وحشت ندارد، این امنیت که حفظ شده دیگه. حالا زنش باید چاخچور بپوشه بیاد تو خیابون، باید ریش داشته باشه، بله این مشکلات، ولی این هم هست، امنیت هم هست، امنیتی که غنی نمیتونست تامین کنه. جنگی که غنی با عبدالله داشت وحشتناکتر بود، با اسماعیل خان داشت، با همین اپوزیسیون غیر طالب خودش داشت، بدتر از جنگی بود که با طالب. اینا نکاتیه که اونایی که خارج از افغانستان اصلا درکی ازش ندارن. آقای کاظمی خیلی دقیق گفته، جالب این شخصیت از ابتدا در افغانستان مون، دوره اولی هم که طالبا گرفتن هرات و ایشان مان، یه برادرش امریکاست، یه خواهرش کاناداست، یه برادر مشهد، ایشان با زن و بچه در هرات در تمام این سالها موند، اون دانشگاه اشراق رو تأسیس کرد. یه قهرمانه های مهندس کاظمی برای من به عنوان یه آدمی که بدترین شرایط مام در افغانستان به ترک نکرد. خب منم عرضم تمام، اگر شما سوالی ندارید اگر میشه یک آره یک سوال خیلی سریع دیگه از شما بپرسم. حالا دوست دارم که واقعا بحث درباره افغانستان رو ادامه بدیم، چون برای خود من آموزشه و به شکلی گمان میکنم خیلی از ایرانی ها هم مال به خاطر ذهنمون که تا حدی مستعمراتی هست و یه مقدار استعمار ذهن ما رو شکل داده، خیلیامون از آلمان و تاریخ فرانسه و آلمان 10,000 کیلومتری بیشتر اطلاع داریم تا 5,000 کیلومتری تا
تاریخ افغانستان، برای همین هر چقدر در مورد افغانستان بیاموزیم کمه و بعد بحث رو بعد شبای دیگه ادامه بدیم. اما یه نکته کلی برای ایران چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یک و دوم اینکه ادعی معتقدن که من با این احمدی موسوی مبلغ که صحبت کردم میگفت این به شکلی طالبان رو به عنوان مینهای کاشته آمریکا اونجا که بعداً بیاد و به شکلی پدر ایران رو در بیاره. اما ما چهارشنبه دیدیم که طالبان رفت چین و چین محکم پشتشون ایستاد. یک روایت اینه جناب آقای جعفریان که میگه آمریکا با حدوداً 2500 میلیارد دلار در افغانستان شکست خورد. حالا بخشش فساد غنی بود، بخشش این بود که خیلی از افغانستانی‌ها اونها هم فساد داشتن از آمریکا با آمریکایی‌ها میگفتن ما 3000 تا نیرو داریم اینجا در حالی که 1000 تا نیرو هم نداشتن. آمریکایی‌ها منطقه رو نمی‌شناختن و شکست خورد. همونطور در ویتنام شکست خورد، در جای دیگه شکست خورد. و حالا هم داره میره و حالا ما قیم رسانه‌هایی دارن قصه این قصه شکست رو عوض می‌کنن با بزرگنمایی بیش از حد طالبان، با مسائل بزرگنمایی نقش ایران در افغانستان و غیره. ولی عملاً افغانستان درش بازیگران دیگری مثل چین، احتمالاً روسیه، پاکستان و شاید هم حالا ایران. و این مهم اینه که قدرت آمریکا در افغانستان عملاً از بین خواهد رفت. از نظر ژئوپلیتیک چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در 2 دقیقه اگه میشه و برای ایران چه تبعاتی خواهد داشت؟ خواهش میکنم، تأکید میکنم طالبان رو یک دست نبینید. این موضوع رو اگر به ذهنتون بسپارید بسیاری از معماهای های افغانستان براتون حل میشه. آقای مبلغ اگر گفته اینها آمدن و وضعیتی در افغانستان درست کرده که افغانستان مثل یک بمب بین ایران و روسیه و آسیای مرکزی در واقع چین منفجر کند، حرف درسته. اما همزمان ایران فعالیت دیپلماسیش رو کرد، طالبان صدا کرد، با بخشی از طالبان به توافق رسید، روسا هم این کار کردن، چینی هم این کار کرد. الان بخشی از طالبان با آمریکایی ها هستن، بخششون با چینی ها و ایرانی ها روسا هستن. مهم اینه که کدوم جناح دست برتر رو داشته باشه در بین طالبان. وگرنه همینطور که آقای نبیل رئیس امنیت ملی رئیس سابق امنیت ملی افغانستان گفته، ممکنه خیلی زود این پرچم های سفید طالب تبدیل به پرچم سیاه داعش بشه. امید امریکاییان همین بود که طالبان به قدرت رسوندن. اونا امیدوار بودن طالبان موی دماغ تهران، روسیه و چین بشن، اما دیدن که طالبان زرنگ بودن، آمدن مذاکره کردن، آمدن تعهد سپردن به مسکو و تهران و فکرم که آقا ما کاری به کار شما نداریم. حالا باید دید اون جناحی که میخواد زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشه موفق خواهد شد و اون جناح افراطی که نمایندش انس حقانیه که یه جوری داعشه، اونا ممکنه پیروز بشن. زمان به حال نشان میده. اون شما میبینید یه بخشی از طالب در بدخشان دختر مردم از خونه میبره، یه بخشی از طالب توی هرات میره اسماعیل خان رو سرش میذاره با سلام و صلوات از مجالس شیعه حفاظت میکنه تا سینه زنیش میکنه. اینا دو دستن. اینا باید ببینید در ادامه کدوم بخش بر کدوم بخش در بین طالبان غلبه پیدا میکنه، بسته به این که چه جناحی در طالبان حاکمیت پیدا میکنه و دست بالا رو خواهد داشت. نقش جمهوری اسلامی و نفع جمهوری اسلامی و مردم ایران تعریف میشه. لذا پیشبینی این الان سخته. هم ممکنه که این طالب بدل به داعش بشه، هم ممکنه که این طالب یک حکومت آرام سلفی بی خطر شبیه یکی از حکومت‌های شیخ نشین جنوب خلیج فارس در بغل شما به قدرت برسه، به اقلیت‌ها اجازه کار خودشون رو بده. بعضی از کارهای افراطی نظیر به چیزایی که در عربستان تو 10 سال گذشته میشد هم بشه، دوست رو گردن بزنن و بعض زنها رو نظرن با حجاب مأمور بیرون بیان یا اونا رو به کار نگیرن، از این کارا ممکنه بشه. اما از اون طرف این احتمال هم هست که یهو مثل حسین پرچم های سیاه بالا بره، این طالب های میانه روتر به کناری زده بشن و اون بخشی افراطی قدرت به دست بگیره. شما این واقعیه رو تو وقتی برای یک عده توضیح بدی، اینایی که فقط فهمشون از طالب آقا بکشیم و بگیرین، آقا طالب خون بد نداره، این بد تیکه داره باق دوباره، آقا یاد بگیر طالب همین توضیحاتیه که برات دادم، حالا میخوای بدت بیاد برو سلاح بگیر علیهشون بجنگ،
خوشت میاد، فکر میکنی طالب برادرته، میخوای گذاشتهشان تطهیر کنی، برو سلاح بگی کنار طالب با غنی بجنگ. بفرمایید جلو هیچ کدوم تو کسی نگرفته. اما گوش کن که ماجرا چیه. من دو کلمه عرض رو بکنم در مورد سوالی که شما کردید که آیا ممکنه کابل مثلا سقوط بکنه. این باقی مون با اینو میگم و عرضم تمام. ببینید در کابل انگیزه برای مقاومت اصلا نیست، چون همین فسادی که آقای کاظمی گفته در هرات وجود داره در کابل من. مردم و دست حکومت به تنگ اومدن آقای علیزاده. بعضی از این انفجارهایی که میشه در افغانستان در کابل متهم اصلی خود حکومته. هیچ کدوم از این اینایی که چیزار میزنن این هشتکار که آقا کشتن و مثلا مدرسه سید و شهده متهم اصلی اون گمگذاری امنیت ملی افغانستان. صبح روزی که انفجار بعد از ظهر شد از اداره امنیت آمدن اونجا پرسیدن این بچه ها از کجا خارج میشه، از کدوم ده. خود مدیر اون مدرسه مصاحبه کرد که بعد گفت از اداره امنیت اومدن یقین منو گرفتن حسین چرا این مصاحبه کرد. یک دونه از پشیمان شده ها و توبه کننده های اداره امنیت در یک سایت پشتو یک نامه منتشر کرد، گفت آقا به ما گفته شده بود این هزاره ها رو بزنید، این باعث میشه که چون ارتش کسی بهش نمیپیونده جوانهای هزاره که در سوریه جنگیدن و بسیار تجربه جنگ چریکی دارن اینا میان برای انتقام از داعش و طالبان به ارتش میپیونده بزنین. هست لذا شما میبینید در قلب کابل در زایشگاه ما میذاره بچه تیر خورده تو شکم مادره، در باشگاه برش اینا بخش اعظم میشد امنیت ملی افغانستان میکرد. مردم چطوری از این حکومت بیان دفاع بکنن؟ انگیزه ای برای دفاع از خمینی نیست. معلومه که طالب برسه به دروازه کابل، کابل سقوط میکنه. همین الان هم به 50 کیلومتری کابل رسیدن، شهر پل علم سقوط کرد، 50 کیلومتر کابل راه داره، مگر اینکه در قطر به توافقی برسن و در واقع جنگ رو به سرانجام برسونن، وگرنه که من فکر میکنم کابل آماده سقوط. در مزار یک شخصیت های مثل آقای مارشال دوستو، مثل جنرال آقای محمد نور، اینها ادعای مقاومت کردن، اما اینا شخصیت های مشابه اسماعیل خان هن. اینا دولت بهشون نه سلاح میده نه امکانات میده. خود غنی هم بلند شد رفت اونجا. شما ببین الان دوباره ماجرای هرات داره تو مزار تکرار میشه. آقا مگه دوستو مزار نیست؟ چرا دوباره برای مزار استاندار گذاشتی؟ خب همینو بکن استاندار، نیرو هوایی رو بذار در اختیار دوستان. چرا سلاح در اختیار دوستان نمیذاری؟ چرا کل اردو سپاه شاهین مستقر در شمال افغانستان در مزار شریف، چرا امکاناتش در اختیار دوستان نیست؟ در اختیار عطا محمد نور نیست؟ پس اینا با چی میخوان به جنگم؟ لذا اینا میگن مقاومت، ولی بعیده به نظر من مزارم سقوط خواهد کرد اگر جنگ ادامه پیدا کنه، مگر اینکه به مصالحه است و کابل هم احتمالش بسیاره که سقوط کنه. و اگر این دفعه طالبا به قدرت برسن، چون نشون دادن که بخشی از اون افراطیت قبلی رو نداره، به خصوص اگر اون جناح میانه روش حاکم بشه و این جناح افراطی حقانی به قدرت نرسه یا در مناسبی که حساس قرار نگیره، مردم میخوان زندگی کنن. آقای علیزاده اینا سخت نخواهد گرفت و این دفعه دفعه قبل اگر طالبان 90% در افغانستان گرفتن، این دفعه 100% خواهد گرفت. حتی پنچی بله، حتی پنچی. چرا که مردم در پنچی اگر ببینن کسی به کسی کاری نداره، اونان مثلا طالبان دفعه قبل مزار شهید که رسیدن مزار آقای استاد مزاری رو تخریب کرد، رهبر شیعیان افغانستان. اگر مردم پنشیر بدونن طالب میخواد بیاد پنشیر مزار عامر صاحب احمد شاه مسعود رو تخریب کنه، خود جلوشو میگیره. اگر بدونن نه آقا به مزار رفت و با مزار مزاری کاری نداشت، به پنشیر هم بیاد احترام میکنه، به شخصیت های جهادی مثل اسماعیل خان که یاران احمد شاه مسعود بودن احترام کرده. اگر بدونن اینجوری اینا که نمیخواد خون جوانه خودشون رو بریزن که میخواستن بگیرن مهم میکنه. اگر نه ببینند بله طالب میخواد بیاد استقلالشون بگیره، به بزرگانشون توهین بکنه،
گذشتهشون رو منکوب بکنه، حذف بکنه، خب مقاومت میکنه. این به رفتار طالب بستگی خواهد داشت. این دفعه اگر طالب ها به قدرت برسن، من معتقدم دگرپذیری بیشتری خواهند داشت و در دنیا هم زودتر پذیرفته خواهند شد. دفعه قبل سه کشور عربستان و امارات و پاکستان فقط اینا رو به رسمیت شناختن. این دفعه من پیش بینی میکنم خیلی ممالک بیشتری اینا رو به رسمیت بشناسند و به خصوص اگر به دنیا ثابت بکنن افراطیت قبلی رو ندارن، تکلیفشون رو با داعش با پرچمای سیاهی که در شمال هست و کلان زیر پرچم سفید مخفی شدن با اینها معلوم بکنن، خیلی از کشورهای دیگه آمادگی اینو دارن که باهاشون بشینن و بهشون فرصت بدن سفارتخانه‌های افغانستان رو در اختیار طالبان بذارن. بسته به رفتار طالبان خواهد داشت. بسیار عالی. حالا من فقط این نکته رو بگم که طالبان در 20 سال گذشته با عربستان دیگه ارتباطی نداشته، این سفری به عربستان نداشته و اتفاقا این دفعه احتمالا عربستان رو به رسمیت نشناسه و فاصله داره. فقط من برای جنبندی، پس من چند نکته رو گرفتم. یکی این که به رغم همه پروپاگاندا و شانتاجی که انجام شده در مورد ارتباط جمهوری اسلامی و سیاست غلط خارجی جمهوری اسلامی درباره طالبان، چیزی که از امشب من یاد گرفتم این بود که طالبان داشتن میومدن بالا و آمریکا هم امیدوار بودش که اون بخش‌های تندرو و حقانی و غیره طالبان بیان و اونجا رو تبدیل کنن به یک زمین آماده برای جهادی ها، برای داعشی ها و غیره. و اتفاقا ایران همونطور مثل روسیه، مثل چین، اینها با نزدیک شدن به بخش‌های میانه روتر طالبان این بمب رو خونسا کردن تا حدی، تا حد ممکن این بمب رو خونسا کردن. برای همین این سیاست درستی بود. دومین مثلا این که خیلی اتفاق جالبی، حالا الان که تو ایران بعضی از روی خستگی از وضعیت موجود که حالا حق هم دارن میگن که اصلا بذار بیاد و اصلا اینجا مثل بگیرن اینجا رو، بعد از 20 سال شکست تجربه هم آمریکا هم اشغالگری و هم دولت برآمد از اشغالگری که چیزی جز فساد نبود و کاری کرد که مردم به قول شما در حتی در کابل هم اینقدر خستن از فساد اشرف غنی و این 20 سال که حاضرن در رو باز کنن. و بحث سوم این که این پدیده‌ای که 0-1 نیستش و باید بین جناح‌های مختلفش ببینیم چه اتفاقی میفته. در واقع بحثی که امشب با شما داشتیم به من نشون داد که طالبان مثل اون فیلی که در تاریکیه و این مدت هر کی به یک جای دست داده اومده داد زده که طالبان عوض شدن، طالبان عوض نشدن، تروریستن و غیره، و این بخش‌های مختلفی داره این فیل و ما باید چراغ روشن کنیم همه این فیل از اطراف ببینیم. بسیار عالی جناب آقای جعفریان، من خودم از این گفتگو بسیار آموختم و از اینکه وقتتون رو تا این موقع شب در اختیار من گذاشتی. قرار بود که یک ساعت بیشتر نشه ولی با سخاوت تمام از یک ساعت و نیم هم گذشت و ازتون واقعا متشکرم. خیلی خیلی ممنون. امیدوارم که باز هم به زودی صحبت کنیم. از دوستان دیگه هم میخوام که این لایو رو به اشتراک بگذارن چون یک درس کامل یک ساعت و نیمه آموزشی بود و به نظر من اگر ما از این بیشتر بدونیم بعد گرفتار این عکس‌ها و فیلم‌هایی که در فضای مجازی هست و به تشویش ما میرسه و ممکنه که به جدایی بیشتر مردم ایران و افغانستان برسه نمیرسیم. یه نکته دیگه هم پایانی شما گفتین و بسیار هوشمندانه بود، بمبگذاری‌هایی که در این دو سال بود، در این دو سال اخیر بود و گفتین که بعضیش مال امنیت ملی بود و من میدیدم که بعضی میگن میگفتن چرا فاطمیون تو سوریه میجنگن به افغانستان نمیرن. در واقع تله‌ای بود که امنیت ملی و اشرف غنی برای ایران و برای فاطمیون گذاشته بودن و حالا ما هر انتقادی هم به جمهوری اسلامی داریم حداقل اینجا رو هوشمندانه عمل کرده و در این تله نیفتاده. اگه حرفی هست یکی دو جمله و بعد خدافظی کنیم. در حد یه دقیقه دوستان من، صحبت آقای علیزاده خیلی دقیق بود. این فیل فیله، ما فقط داریم فیل رو براتون توضیح میدیم، نه میگیم فیل خوبه نه میگیم فیل بده، میگیم فیل فیله. نگو این ستونه، نگو فقط باد بزنه دستشو، اگه یکی به آجش کشید گفت این شمشیره، راست میگه. اون یکی کشید به گوشش گفت این فرش رو باد بزن و چیز خوبیه، راست میگه. اون یکی پاشو گرفت که پای ستون یه عمارت، راست میگه. ولی ما داریم میگیم این فیله، شما بفهم. نمیگیم خوب فیل، نمیگیم بد فیل، میگیم فیله. افتاد ارزم تمام. شب شما بخیر. از همه دوستان تقاضا میکنم که این ویدیوها رو در هر شبکه میبینن لایک کنن، به دیگران معرفی کنن. من آدرس اینستاگرام جوای جعفریان هم در پایین این لایو میگذارم برای دوستان. تا لایو دیگر و شب دیگر، شب روز شما خوش.